سلام بچه ها، خوبید؟ خوشید. ببین، یه خاطره خیلی بامزه میخوام براتون تعریف کنم. چیز دو روز پیش برام اتفاق افتاد. فکر کنم من رفته بودم با خواهرم پارک کوچه پایینی خونه مامانم، اینا خواهرم با بچهش اومده بود. بعد دیگه داشتیم حرف میزدیم، یکی از همین سگای شهرداری اومد از جلومون رد شد. بعد خواهرم گفت آخه من یه سری استخون و اینجور چیزا آوردم برای این سگای پارک و اینا بدم به این بخوره. بعد دیگه سگ کلی ناز کرد و از اینایی که سگای شهرداری که از علامت داره تو گوششون. بعد دیگه اون استخونا رو داد بخوره، سگم نخوردش، حالا نمیدونم چرا. بعد دیگه وایساده بودیم بالا سر سگه، داشتیم نازش میکردیم، یه دفعه دختر عمم با بچهش اومد. دختر عمم تو همون کوچه ما زندگی میکنه، با بچه هاش اومد. بعد گفتش که چیزه. بعد دختر عمم گفت آره من سگ میترسم و اینو دست نمیزنم، ولی کل قرون صدقه سگه رفت. و بعد دیگه یه دفعه همجون ما وایساده بودیم بالا سر سگه، داشتیم حرف میزدیم، یه مرد اومد حدود مثلا 50-55 ساله اینا. بعد اومد گفت وای این سگه رو شما پیدا کردین؟ ما گفتیم مگه این سگه چیه؟ گفت ببین این سگ سفارت کره جنوبی دو روز پیش اینجا گم شده بود، 4-5 تا گارد ویژه اومده بودن دنبال این، انقدر دنبالش گشتن، همه در به در دنبال این، گفتن هر کی پیدا کنه $3000 بهش میدن. ما گفتم نه بابا، این سگ شهرداری از سگ معمولی است. گفت نه من دیدمش، علامت هایی که گفتن همین جوریه. هیچی دیگه. گفتم مطمئنی؟ گفتش آره من مطمئنم. بعد خودش موبایلش دروازه زنگ زد، گفت الو سفارت فلان اینا، آره سگتون اینجاست، بیاید فلان اینا. به ما گفتش که ببین شما بالا سر این وایسی، اینا $3000 بهتون میدن. بعد هیچی دیگه، ما وایسادیم و گفتیم وای $3000 راست میگه، کلی هم قربون صدقه سگ و فلا اینا. حالا فکر کن دختر عمم تو اون موقع به سگی دست نمیزد، همین که فهمید این سگ سفارت کلی دست میزد. عزیزم این چه نژاد ویژه ای داره، این چقدر خاصه، قربون صدقه شور شد. بعد چند تا خانم دیگه هم اونجا تو پارک بودن، بعدم گفتن آخه این مال سفارته، چقدر بامزه است، چه نژاد خاصی داره. ببین همه یه دست داشتن قربون صدقهش میرفتن. و بعد میخوارم گفت، من گفتم چرا استخونه نمیخوره، این بابا گوشت لخ میخوره، بعد بریم گوشت خاص براش بیاریم و فلان اینا، تا قبل از که از سفارت بیام و بریم گوشت رو براش بگیریم. هیچ چی دیگه، کلی قربون صدقه و فلان اینا. بعد یه دفعه اون یکی خواهرم با ماشین من رد شد، گفت بچه چیه این سگ همتون بالا سر این وایسنده؟ بعد اون تعریف کردیم اینجوری اینا. گفت بابا این سگ شهرداری یارو سر کارتون گوشته. قبلش هم بچه دختر عمم هی داشت میگه بابا این مرد دروغگوه توی محل معروفه. ما گفتیم نه مگه میشه مردی تو این سن دروغ بگه؟ هیچ چی دیگه. ببین انقدر مهمی قربون صدقه سگه فلان بیسار. تازه خواهرم داشت بچهش میفرستد بره از توی یخچال گوشت خالص هم چی براش بیاره و اینا، هیچی دیگه، همه منتظر اون $3000. و خواهرم اومد که خودش خبرنگار زنگ زد سفارت و این برام پرسید، گفت نه اصلا ما سگی گم نکردیم. زنگ زد حتی سفارت کره جنوبی، گفتش که یه نفر که فارسی صحبت میگه، گفت اصلا همچین چیز امکان نداره، ما سگی گم نکردیم. گفتیم مثلا شاید سگ کارمنداتون بشه. گفت اصلا هم چیزی نیستش، وگرنه به ما اطلاع میدن. 10 بار زنگ زدیم به این سفارت، آخرش یارو گفت بابا ما سگ گم نکردیم، انقدر زنگ نزنید. خواهرم گفت بیچاره سر کارتون گوشه یارو، هیچی دیگه، مرد فکر کن دروغ گفته بود. ببین انقدر زایه شدیم، یعنی اصلا نمیتونم بگم در چه حد بود دیگه. اینم از سگ کره جنوبی بود دیگه، هیچی دیگه. ولی خیلی خاطره خنده داری شد برای هممون.